و امیر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. آقای جاودانفر، به نظر میرسه که طرفین توافق کردن که مذاکرات آتش بس از سر گرفته بشه. فکر میکنین که در هفته های آینده توافقی صورت بگیره؟ فشار زیاد هستش، واقعا فشار روی دولت آقای نتانیاهو الان زیاد شده. امشب ما در کانال 12 اسرائیل اخبار جمعه شب که شب شبات هستش، شب بسیار مهمی هستش در هفته، این مهمترین اخبار در هفته هستش، گفته گزارش هایی رو از نقل کرد از مقام های اطلاعاتی اسرائیل که واقعا جون اسرا در اسرائیل داره به خطر میفته و هر چه زودتر باید به یک توافق رسید، چون اگر ما بخوایم و صبر بکنیم و بخوایم واقعا مکس بکنیم یا این مذاکرات رو منجمد بکنیم برای هر دلیلی، این واقعا میتونه به ضرر اسرائیل تموم بشه. سوال اینجاست که آقای نتانیاهو اولا میتونه دولت خودش رو متقاعد بکنه برای رسیدن به یک توافق جدید با حماس؟ معلوم نیستش. آقای نتانیاهو از این طرف بسیار براش مهم هستش که جان اسرا رو نجات بده، ولی مشکلات دیگری هم وجود داره در مذاکرات با حماس. و از طرف دیگه باید ببینیم که آقای اسماعیل هنیه حاضر خواهد بود برای رسیدن به یک توافق، چون همونطور که میدونیم آقای هنیه، ببخشید آقای یحیی سینوار، معذرت میخوام، آقای یحیی سینوار ایشون روابط بسیار خوبی داره با حکومت ولایت فقیه در ایران، روابط بسیار نزدیکی داره و باید ببینیم که آیا از تهران اجازه میدن که همچین توافقی صورت بگیره یا نه، و باید در این حال صبر کنیم که ببینیم مسئله حمله و جنگ با ایران و حزب الله چه خواهد بود، چون اون هم میتونه تاثیرگذار باشه. آقای جاودانفر، حدود 10 روز از کشته شدن هنیه در تهران میگذره. ارزیابی ها در اسرائیل در مورد حمله احتمالی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل چه هست، چگونه هستش؟ در مورد حمله حماس اینجا دیدگاه وجود داره که حمله ببخشید حزب الله که به احتمال بسیار زیاد حمله خواهد شد و به زودی حمله خواهد شد. در مورد حمله احتمالی جمهوری اسلامی ایران دیدگاه وجود داره که شاید در روزهای آینده باشه، شاید در هفته های آینده باشه، یا شاید اصلا نشه. هنوز واقعا دیدگاه ها خیلی فرق میکنه در اسرائیل که واقعا آیا جمهوری اسلامی اصلا حمله رو خواهد کرد یا نه. این اخباری که شما در ایران اینترنشنال چاپ کردید که اختلاف نظری وجود داره بین آیت الله خامنه ای و آقای پزشکیان در مورد حمله کردن به اسرائیل، اون هم اون دیدگاه رو به وجود آورده در اسرائیل که واقعا دیدگاه موجهی هستش که حمله کردن به اسرائیل کار آسونی نیستش برای حکومت در تهران، چون اگر حمله نکنه در خود ایران خواهم گفت که خب این حکومت از اسرائیل میترسه، ولی اگه حمله بکنه و جواب اسرائیل بتونه واقعا قوی باشه و ضربه بزنه به حکومت و مواضع حکومت در داخل قلمرو ایرانی، میتونه بسیار گرون تموم بشه برای رهبران جمهوری اسلامی ایران، چون بعد از حمله و کشته شدن هنیه که نسبت داده شده به اسرائیل، اگر بعد از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل بتونه یک ضربه مؤثر دیگری به جمهوری اسلامی بزنه، پس یعنی اینکه واقعا اسرائیل میتونه یک فرصتی خواهد بود و برای اینکه واقعا بتونه قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران رو بیشتر زیر سوال ببره. پس همه میدونن که چیزی که الان بیشتر دارن صحبت میکنن راجبش این هستش که احتمالش وجود داره که به زودی حمله خواهد شد یا شاید اصلا حمله نخواهند کرد در تهران، به خصوص به خاطر این گزارش اخیر در مورد اختلافات نظر بین آقای پزشکیان و آقای خامنه ای. بله، سپاس از شما میره جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو همراه ما بود.